در 5 دقیقه که شما خاطرتون جمع باشه. یک سری گپای نمیفهم، گپای فیسبوکی است و یک سری نماینده هایی که به نام اسلام نقاب اسلام به صورت خود کشیده و میگویه که ما نمیفهمیم در آب یا داخل پنشیر شدیم، در فکر گپای دشمن نباشین. انشاءالله تا ما زنده هستیم و هزاران رزمنده از این وطن، نه فقط ولایت پنشیر، انشاءالله ما اینجا هستیم. ما خواستیم برای 10 دقیقه براتون بیایم، اگرچه اجازه هم نداشتیم، اما ولی ما آماده باش هستیم. ما مسلک ما فقط عملیات شبگانه است و در خدمتت هستیم، و اگر سوال چیزی هست ما در خدمتت هستم. ما برای وقت خیلی کم آمدیم، چون وقت ما خیلی کم است، و اگر سوال چیزی دارین میتونین در کامنت بنویسین که من همراه شما صحبت بکنم. و من نمیفهم، بعض دوستان میگه که نمیفهم تاریک است یا چطور است. خب بگذار من نمیفهم. اینجا دوستان عزیز، اینجا موقعیت ما فرق میکنه. من براتون گفتم یک لحظه، من نمیفهم دستم خورد یا فلان. یک برادر پرسون که استقامت فیلیتون کجاست؟ ما استقامت فیلی ما نمیتونم اینجا برات بیان بکنم و برات بگویم که ما در کدام استقامت هستیم، در امی خاک هستیم، در امی وطن هستیم، در خدمتتون هستیم. انشاءالله به زودی ای مبارزه و ای مقاومت انشاءالله که به ولایت های دیگه پخش میشه و ای رو براتون اطمینان میتونم، و انشاءالله ما در خدمتت هستیم. و گپای یک سری کسایی که فیسبوکی میای، کدام گپ میزنه یا کدام سخن میگه که یا پنشیر گرفته شده یا ما نفوذ کردیم یا چند تا ولسوالی رو گرفتیم، ما براتون اطمینان میتونم. ما یک سری، البته میگم، جنگای سابق تکنیکای آقای محب نیست که او زمان میگفت که ما تکنیکی چیز میکنیم، عقب نشینی میکنیم. انشاءالله این دفعه عقب نشینیم و بعض جایا تکنیکی است و من نمیتونم اینجا براتون بیان بکنم. من در خدمتتون هستم. من میخوایم 5 دقیقه دیگه همراهتون باشم. بازم اگر سوال چیزی هست، البته میگم از لحاظ نظامی که من کجا هستم و کجا موقعیت دارم و جنگ کجاست، من خواهش میکنم که چیزا رو سوال نکنین. من فقط برزی اومدم که براتون خاطر جمعی بودم که تا ما زنده باشیم و افرادای ما زنده باشه و اینجا اندازه کافی ما مهمات، تسلیحات، همه چی داریم، میتونیم از اوقت دشمن بر بیاییم. خاطرتون جمع باشه و هر جایی که هستین، در هر موقعیتی که هستین، موفق کامگار باشین. ما فقط بر امی 5 دقیقه او رو ما اجازه گرفتیم از موفق خود و در خدمتتون هستم، چون چند روز یک سری مردم می آمدن در لایفا و یک سری پیجای فیک کدام گپایی می زدن، یا به خاطر فلاور یا به خاطر نمیفهم که اینا از این دروغ چی به دست میارن. نمیفهم که اکثر مردم میان اینجا، اینترنت ها قطع است. ما یک لحظه پیش هم گفتیم اینترنت ما بس ما فرق میکنم، ما همیشه جی پی ایس داریم، اینترنت داریم و هیچ گونه مشکل بابت از اون نداریم. امشالله در خدمتتون هستم و در خدمتتون هستم و همیشه در کنارتون هستم، تا زنده هستم در کنارتون هستم. و هیچ وقت، من میگم زمان خدای نخواسته پنشیر تصرف میشه که به هزارها دلیر مردان و آزاد خواهان این مملکت اونا به شهادت برسن، بعد از یا وارد پنشیر شوند که این خواب به گور ببرن. تا ما یک نفر زنده باشیم، ما تپش قلب کل وطن هستیم. امشالله که به زودترین فرصت زیر پایلق ملی خود به زودترین فرصتی رو براتون وعده میتونم. امشالله که در پایتخت میاییم زیر بیرق ملی خود، در خدمتتون هستیم، در کنارتون هستیم. ما هیچ وقت اجنبی که اینا در بین خود اتفاق اتحاد نداره. 20 روز است که
به زور آمده کابل به اصطلاح معامله کردن. شما ببینید که آی اس آی آمد، رئیس آی اس آی و برازیا دولت تعیین میکنه ما کشور اشغال شده هستیم. تا دیروز اگه اینا میگفتن توسط آمریکا، ما امروز روز توسط دالخورا که برای کل ملت واضح شد و شما دیدین که اونا چی گفته آمدن در اینجا، در صورتی که اینجا دولت وجود نداشت، به نام یک گروهک تروریستی است که به معامله آمریکا، به معامله انگلیس آمدن در خاک ما. حال او آماده برای ما دولت تعیین میکنن. شما خودتون فکر بکنین. من از جوانای خود خواهش میکنم، من انشاءالله به زودترین فرصت همراهتون در تماس میشم و در ولایت ها میخوایم همراهتون در حالت انسجام باشم. شما بیدار باشین، هیچ موقع اصلیتون تسلیم نکنین، جا به جا شیم. اینو کسایی که سابق در چیزهای به اصطلاح نیروهای امنیتی بودن، اونا باید جای خود جای به جای بکنن، تشویش نداشته باشن، اسلحه خود به هیچ عنوان به این خوارج تحویل ندن و گول گپای از یارا نخورن. اینا راست نمیگن، اینا مسلمان نیستن، اینا تا حالا دروغ میگفتن. اینا به سه گروه تقسیم هستن، به سمت چیزش زیر استخبارات است، به سمت پایتخت، به سمت قندهارش، به حتی گزارش ها بر ما آمده که همین خشتک کشال به اصطلاح چی برش میگه، امی خشتک کشال ملا برادرش میگه زخمی شده، اینا در بین خود درگیری داشتن. ما که رقمی از لحاظ استخباراتی که ما معلومات به دست آوردیم و فعلا هم میگه پاکستان است و زخمی است، میخواستن او را به قدرت برسونن و پسر ملا غنبرش است که در قندار است و او میخواهد که یک رقم دولت تشکیل شود و اینا میخواهد که جز به گروه حقانی است، اینا میخواهد یک دولت رقم دیگه تشکیل بدن. اینا بین خودشون اختلاف دارن، اینا که همه شمول میگن منظورش اینی است که ما همه اقوام زیر یک چتر، اینا همه شمولشون منظورشون خودشان هستن، منظورشون نوع اشخاصی هست که بر پاکستان نوکری بکنه، بر پاکستان خوش خدمتی بکنه، بر انگلیس خوش خدمتی بکنه. ما آزاد خواه هستیم، ما در این وطن هستیم، ما فرزندای ما در این وطن است، خانواده ما در این وطن است و حتی زیر چتر دشمن است، اما ما جدا شدیم، آمدیم در کنار مبارزین برای این مملکت مبارزه میکنم تا آخرین قطره خون، تا زنده هستم. من نمیگذارم که یک اجنبی، یک دالخور، یک پاکستانی بیای سر ما امر بکنه، سر ما دولت بکنه و سر مردم ما حکمرانی بکنه. تا وقتی که این فرزندان دلیری وطن زنده است انشاءالله، هیچ وقت پاکستان این خوابهای خود اجدادایش به گور برده و بازم میبره و بازم میبره. شما مطمئن باشین، شما باز ببینین این گپ ما، این لایف ما میمونه. شما ببینین 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه ببینین که ما در کجا قرار میگیریم و انشاءالله در کجا می باشیم و کجا را تصرف میکنیم. اینا خوشحال هستن که ما دولت را گرفتیم، به هیچ عنوان نمیتونه که اینا دولت بکنن، به هیچ عنوان نمیتونه. شما ببینین که اینا والی های خود کی را مقرر کردن، ما برای اینا آمدیم که از قدرت گپ بزنم. شما هوشیار باشین، اون ملایی که آمده نمیفهم بخش نمیفهم مالیاتی را به دست گرفته، گمرکی را به دست گرفته. شما هم رایزو صحبت کنین، دو سنف سواد ندارن، اونا دو سنف سواد ندارن. اینا میخواستن که این جنرا و نمیفهم کسایی که سابق در رأس بودن اونا رو بیارن در چیز. اینا گپا دروغ است، اینا به خاطر بازی دادن کشورهای جهانی است که اکثری دستای خود همون کشورها همراه از است که استخبارات انگلیس است و استخبارات آیس ایران. شما گفتیم چی رقمی براتون بگم، هوشیار باشین در کنار جایتون، در خودتان. ما یک سری ارتباطات دارم انشاءالله در او ولایت ها، انشاءالله آقای دوستم، آقای عطا محمد نور و آقای محقق برگشتنی است، میایه و بعضی از ولایت ها رو در دست خود میگیره و ما به زودترین فرصت انشاءالله تعالی ایره برای تطمینان میتونم برای کلگیتون، برای کلگیتونی خبر خوش میتونم که انشاءالله ما چی رقمی برات بگویم. خب اگه بگویم هم خوب نیست، باز انشاءالله که خبرهای خوش میشنوین و خبرهای خوش در خدمتت هستیم. و بعض هموطنان خود که بعضی ها پیام میده یا در مسنجر، ما خواهش ما ای است که اینا رویای خود از دست نتن. وقتی که ما رویای خود از دست نمیتیم در بخش خطرناک بودیم، حال ما هستیم همراه جان خود بازی میکنیم برای زی وطن، برای زی مردم. و خدا قسم است که برای قدرت نیست، امروز روز اینا حق مردم رو بتا مسئله خود تحویل میتون، مثلا مرا دار بزنن،
ما مهم نیستم، ما مهم مهم مردم هم است، مهم وطنم است که ما آزاد زندگی داشته باشم. من نمیتونم زیر یوغ پاکستان زندگی کنم، من نمیتونم روی زیر یوغ انگلیس زندگی کنم. طلا اینا میگفتن که زیر یوغ تنها آمریکا هستیم. حالا متاسفانه که توسط سه تا کشور که حتی حالا قطر هم آمده دخالت میکنه که اگر عرب است نمیفهمم دالخور است و انگلیس است استخباراتش است، ما رو میخواهد که برای ما دولت تعیین بکنه، در صورتی که ما به هزارها سال 7000 سال 7500 سال تمدن داریم و یک چتلستانه که به 75 سال عمرش نمیکشه میخواهد که سر ما دولت بکنه به هیچ عنوان. و پنچیر برش گرستان میسازیم، شمال برش گرستان میسازیم، این وطن برش گرستان میسازیم. ما آمریکایی نیستیم که پوشک بسته کنیم، ما بچه هم یه وطن هستیم. اگر خون افغان در رگ تو از در رگ مام است، اما مزدورایی را میگم که میگم خون افغان، نمیفهم خون پاچاخان کی، نمیفهم خون املاخان، نمیفهم خون احمدشاه عبدالی در وجود ماست، در وجود ما هم اونمو خون است. امشال هم رایت میزنم یا مردار میشی یا به شهادت میرسیم. و ایر من مطمئن هستم، مردم ایر من مطمئن هستم، با خبر هستم. امشال ما پیروز هستیم، تجویش نداشته باشیم، در خدمتتون هستیم. تکام بخورم میزنه میشه، تکان بخورم میزنی میشه، هیچ تشویش نداشته باشین. این عمال اینجا ما آماده هستیم، تا صبح بیدار هستیم، 24 ساعت بیدار هستیم برای مردم خود، برای وطن خود. تشویش نداشته باشین، شب خوش داشته باشین، موفق و کامگار باشین. این که صورت ما پوشنده است، من از شما معذرت خواهی میکنم، بس ما فرق میکنم. ما وقت که در نیروهای خاص هم بودیم، چون این قانونی اصلا بخش قانون ما هست و این نیست که ما بترسیم یا حراس داشته باشیم. از لحاظ موقعیتی، از لحاظ نظامی یک سری راستهای است که ما نمیخوایم از لحاظ چهره شناسایی شویم و یک سری اون معلومات و اطلاعات که در بخش قطعات ماست به دست دشمن برسه. موفق کامگار باشین، شب خوشی داشته باشین، منتظر خبرهای خوش ما باشین. ایره من برازی آمدم این لایف رو شیر بکنین، ایره به خاطر ازی شیر نکنین که به خاطر ما باشه. من به خاطر خود مبارزه نمی کنم، من سر خود به خاطر خود به خطر ننداختم، من به خاطر شما آمدیم. من میتونستم انگلیس پناهندگی بگیرم، میتونستم آمریکا پناهندگی بگیرم. همین روز روز به عشق وطن، به عشق شما، به عشق از این خاک در اینجا ماندیم تا آخرین قطره خون یا امشالا پیروز هستیم یا ایست که به شهادت میرسیم. تا ما زنده باشیم اینا پیروز نمیشون، نمیشون. ایره مطمئن باشین، پنشیر به هیچ عنوان تاثیر شدنی نیست که او رو کسی بخواه بگیره. ما کلی که تجهیزات های خود جای با جای کنیم، کلن سیستم های ما آماده است. یک سری مردم می آید کدام گپ های فیسبوکی می زنن، اونا رو گپ هایش بانیم تا گپ های واقعیت دفعی بعدی می شود. من در خسمت دستم، اینا اسیر هم شدن، مردار هم شدن. اما نمیتونم او بخش و موقعیت ها رو برای شما بیان بکنم. انشالله که موفق و کامگار باشین، شب خوشی داشته باشین و انشالله در کنار خانوادهتون در هر جایی که زندگی میکنین اطمینان داشته باشین که نیروهای امنیتی نون در خدمتتون است و در خدمتتون میباشه و ما آمادنی هستیم و آماده باشین. موفق و کامگار باشین، خداحافظتون. موسام مخابره رو بده سریع. من نمیتونم جواب های اکثری از دوستا رو بدم، ما وقتم کم است، ببخشید ما وقتم کم است. ان شاءالله باز ما در آینده میایم امراتون صحبت میکنم، شما صحبت های خودتون رو بکنین. فقط من اومدم با خاطر همین خاطر جمعیتون، دیگه کدام مشکلی چیزی نیست. موفق کامگار باشین، خداحافظتون.